جامعه ایران جامعه‌ای سرشار از نارضایتی و نفرت از دیکتاتوریه، چیزی که اون رو به آتش فشانی در آستانه انفجار تشبیه میکنن. وجهی از این خشم و نفرت رو میتونیم روزانه در خبرهای اعتراضی و همینطور در تجمعات اقشار مختلف ببینیم. یه وجه دیگه از اون رو در فعالیت‌هایی که جوانهای آزادی خواه در شهر ایران برای رویارویی با دیکتاتور انجام میدن مشاهده میکنیم. با هم ببینیم. اعتراضات مردم آزادی خواه ایران خستگی ناپذیر ادامه داره. دیوارهای شهرهای مختلف جلوگاه فریاد هموطنانمون برای آزادی و برای نفی دیکتاتوری هستند. کارزاری که دیکتاتور ازش به شدت وحشت داره و تلاش میکنه صداش رو خاموش کنه. اما هر لحظه در جای دیگه‌ای تکثیر میشه. این فریاد تا سقوط دیکتاتور خاموشی نداره. دیکتاتور میخواد هر صدایی رو خاموش کنه، اما با رویش ناگزیر جوانه چه میکنه؟ حتی دانش آموزها و کودکان این سرزمین هم خواهان مرگ دیکتاتور هستند. یکی از هموطنانمون پیامی رو به نیروهای انتظامی حکومتی در فضای مجازی منتشر کرده و خواهان پیوستن اونها به مردم شده. یه صحبتی میخواستم بکنم با نیروی انتظامی و نیروی انتظامی میخواستم بگم که واقعا افتخار میکنه که تو این لباس هستی. به نظر خودت تالا فکر کردی، تالا قضاوت کردی که مردم الان چی حسی دارن نسبت به وقتی میبیننت؟ فکر میکنی مردم بدون افتخار میکنن؟ همه مردم ایران ازتون متنفرن، ازتون میترسن. الان فرق بین شما و یه داعشی چیه؟ هیچ فرق با یه آدم داعشی نداریم. اونا داعشی عرب هن، شما داعشی ایرانی. فقط این مملکت رو به گوه میکشین. بس کنین. شما باید این لباس چونی که ناموس مردم دفاع کنین، نه اینکه ناموس مردم بگید بفرستید تو زندان ها بهشون تجاوز شه یا شکنجه شن یا بمیرن یا مفقود الاثر بشن. این رژیم دووم نمیاره. کار این رژیم یه روز تموم میشه. هر چیز شروعی داره پایانی هم داره. چون مردم کاری کردین ازتون متنفر شن، هیچ که بهتون رحم نمی کنه. فعلا قدرت دست شما هاست، ولی فعلا، ولی تموم میشه اینا هم. همیشه تموم میشه. الان مردم میبخشن، اگه الان هم هنوز دیر نشده، ولی وقتی که دیر بشه دیگه بخششی در کار نیست. بیچارتون میکنن. ببینی که این رو من بهتون دارم میگم، نوبت این میشه که مردم قدرت رو تو دستاشون بگیرن. به مردم بپیوندین، به مردم بپیوندین، بله سپاه این رژیم آخوندی. در مقابل اعتراضات گسترده مردم و فریادی که حالا خود خامنه‌ای و روحانی هم به شنیدنش اعتراف می‌کنند، شاهد ریزش نیروهای سرکوبگر به خصوص در بسیج هستیم. پیام‌های جدیدی از اونها در فضای مجازی منتشر شده.